تلویزیون رژیم روز 12 فروردین 97 اظهارات خمینی دجال، دزد بزرگ انقلاب مردم ایران، برای تحمیل نظام جهل و جنایت آخوندی تحت نام اسلام و کینتوزی و ضدیت او با کلمه دموکراتیک را پخش کرد. اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است، نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی. از سوی دیگر به نظر می رسد که خاصه این افراد و گروه ها مغایر با روند معمول در تمامی رفراندوم ها و همه پرسی های جهان است. گفتم که جانشین خمینی بهش نوشت که این رژیم در جنایت و شقاوت از شاه بسا فراتر رفته. حالا بشنوید از بازرگان، اولین نخست وزیر خمینی. 4-5 روز پیش به مناسبت همین دهه زهجر یک سر آخوندی اومده بود به تلویزیون رژیم و نقل میکرد که در همون اوائل ورود خمینی به تهران، وقتی که هنوز در اون مدرسه علوی ساکن بوده، نامی از بازرگان براش میارند که در مورد اسم حکومت جدید پیشنهاد کرده بوده که اسم رو بگذاریم حکومت دموکراسی جمهوری اسلامی ایران باشه و آن آخوندی که در اونجا شاهد بوده میگوید که من کاملا یادم هست امام این نامه را تا کردند، اون کلمه دموکراسی را با ناخون، همون کلمه را با ناخون کندند، پاره کردند، انداختند دور، بعد نامه را باز کردند، دادند دست آن کسی که آورده بود، فرمودند حکومت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. پس نامه رو تا کرده، با ناخونش کلمه دموکراسی رو هم پاره کرده و برگردونده. از این همه خصومت و کینتوزی خمینی با دموکراسی، حتی در حد نخست وزیر خودش، دولتی که خودش آورد و اسمشو گذاشت حکومت خدایی و دولت امام زمان، از این تعجب نکنید. آخر خمینی خودش نوشته بود صراحتن که ولی فقیه یعنی جعل قیم برای صغار، مثل جعل قیم برای صغیرها. و خودش تصریح کرده بود که قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. یعنی در فرهنگ و ایدئولوژی و در بینش ارتجاعی خمینی، ملت عبارتند از افراد صغیری که ولی فقیه باید برای اونها تصمیم بگیره و این همون سنگ بنای حاکمیت آخوندی است. وقتی که میگیم حاکمیت آخوند یعنی همین، یعنی تلقی صغار، افراد صغیر از تمامی مردم. حالا میخوان 75 میلیون نفر هم باشند دیگه مشکلی نیست. این سنگ بنای قانون اساسی آخوندی است، همون قانون اساسی که خاتمی گفت هر گونه صحبتی از تغییرش خیانته.